به نام خدا، عرض سلام و درود خدمت تک تک بچه های عزیز. با حل تمرین های آخر فصل اول کتاب فیزیک 12 فصل حرکت شناسی در خدمت شما هستیم. منم حسین شهبازی هستم و بریم یا علی که استارتو بزنیم و تمرین ها. این فایل هایی که ضبط کنیم بچه مخصوص امتحانات نهایی و حل تمرین های تشریحی کتاب. در قسمت قبلی همین فایل کتاب و ورق زدیم با هم، تمام تمرین ها و مثال های حل شده متن کتاب اینا همه رو با هم یه بار حل کردیم، درس نامه رو توضیح دادیم و حالا این جلسه میخوایم کل تمرین های انتهای فصل رو با هم حل کنیم. فصل 1 حرکت شناسی یا حرکت بر خط راست. خب البته گفتم شما کتاب رشته ریاضی رو بررسی میکنیم، جاهایی که مباحثی که مخصوص رشته ریاضی هست اونجا میگم که این سوال مخصوص ریاضی ها هست و دیگه تجربی ها لازم نیست اون قسمت رو بررسی کنن، ولی خب 90% مشترک. سوال شماره 1 میگه با توجه به داده های نقشه شکل زیر، تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید. تندی متوسط و چه گفتی میشه S average، L به دلتا T مسافه طی شده به دلتا T، و سرعت متوسط میشد D به دلتا T جا به جایی به زمان. مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط میتوانند با یکدیگر برابر شوند؟ اینو که تو جلسه کلاسی هم گفتیم، در صورتی تندی متوسط و سرعت متوسط برابر میشن، متحرک بر مسیر مستقیم بدون تغییر جهت حرکت کند. خب آقا شکل رو ببینی، از این مسیر از قیدار رفته به زنجان، این مسیر طی شده شه که طولش چقدره؟ 88 کیلومتر در 1 ساعت و 20 دقیقه رفته. جا به جایی پاره خطی بود که مبدا رو به مقصد وصل کرد، این 60 کیلومتره، این جا به جاییشه، دی مساوی 60 کیلومتر و اینم که المونه 88 کیلومتر، دلتا تیمون هم 1 ساعت و 20 دقیقه است که همه چیزو داریم دیگه. در پاسخ سوال نوشتیم که آقا S average میشه L به دلتا T، 88 به 1 ساعت و 20 دقیقه میشه 1/4 ساعت، 1 ساعت و 20 دقیقه، 20 دقیقه میشه 1/3 ساعت از 60 دقیقه، و 1 ساعت هم که داریم 1 ساعت و 20 دقیقه میشه 1/3 یا میشه 1/4، و تقسیمش کردیم شده 66 کیلومتر بر ساعت. اینجا هم بنویسم دلتا تیمون زمانمون 1 ساعت و 20 دقیقه است، یعنی 1 ساعت به علاوه 1/3 ساعت به این خاطر شده 1/4 ساعت. وی اوریج هم که میشه جابجایی 60/4، 45 کیلومتر بر ساعت میشه. سرعت متوسط یک کمیتی است برداری، تفاوتشون چیه؟ و تابع مسیر حرکت نیست، با مسیر کاری نداره سرعت متوسط. در صورتی که تندی متوسط کمیتی است اسکالر یا نرده‌ای، جهت محد ندارد تندی و به مسیر طی شده وابسته است. و در صورتی هم اینا با هم برابر هستند که جا به جایی با مسافت برابر باشد. اینا کی برابرن؟ مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت متحرک حرکت کند، اینا قطعا با هم برابر خواهد شد. سوال شماره 1 سوال ساده بود. سوال شماره 2 میگه که متحرکی مطابق شکل در لحظه T1 در نقطه A، در لحظه T2 در نقطه B و در لحظه T3 در نقطه C است. بردارهای مکان متحرک را در هر یک از این لحظات روی محور X ها رسم کنید و بر حسب بردار 1 بنویسید. آقا بردار مکان تعریفش چی بود بچه ها؟ برداری بود که هم در جزوه کلاسی گفتیم، هم در درسنامه که جلسه قبل این بررسی کردیم کتاب و ورق زدیم ما هم گفتیم، بردار مکان برداری است که
مبدا مکادینی x مساوی 0 را به آن نقطه وصل می‌کند. مثلا برای نقطه آ لحظه تی 1 مبدا وصل به این نقطه می‌شود. بردار مکان برای نقطه آ x آ می‌شود 2i. این 1 این 2 مثبت 2i. برای نقطه C می‌شود مثبت 6i. برای نقطه B می‌شود منفی 3i. اینجا منفی 3 است که تو پاسخ‌نامه نوشتم براتون. بردار جابجایی متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی T1 تا T2 جابجایی ابتدا را به انتها وصل می‌کنه. مثلا T1 تا T2 لحظه T1 رو به لحظه T2 وصل کنیم، این میشه بردار جابجاییمون. مثلا یه دونه شما براتون رسم می‌کنم، T1 تا T2، این میشود جابجایی 1 و 2. دلتا X بین لحظات 1 و 2 میشه. 2 و 3، 2 رو به 3 وصل می‌کنی، 1 و 3 هم که 1 تا 3 رو به هم وصل می‌کنی. روی پاسخنامه رو با هم ببینیم. بله، برای هر کدوم از اینا بردار مکان ببین. برای نقطه A 2i، برای نقطه B منفی 3i، برای نقطه C 6i. این بردارهای مکانن رسم شدن. بردار جابجایی بین لحظات T1 و T2، T1 به T2، بین لحظات T1 و T3، بین لحظات T2 و T3 هم این بردار جابجایی مونه که میشه مکان نهایی 6 منهای منهای 3 میشه مثبت 9i. به زیبایی هم همه رو محاسبه کردیم و براتون نوشتیم. اینم از تمرین شماره 2 کتاب. تمرین شماره 3 میگه در شکل زیر نمودار سرعت زمان. آها، تا گفت نمودار سرعت زمان جرقه سه تا پله رو بیار تو مخت. پله اول مکان، پله دوم سرعت، پله سوم شتاب. همین الان مجددا یه مروری روش انجام بدیم. خلاصه درسم اینجا آوردم. مکان سرعت شتاب مسش، میم مکان، سین سرعت، شین شتاب. شیب خط مماس بر مکان میشه سرعت، شیب مماس بر سرعت میشه شتاب، مساحت زیر نمودار شتاب میشه تغییرات سرعت، مساحت زیر نمودار سرعت میشه تغییرات مکان یا جابجایی. و از روی مکان چگونه شتاب رو تشخیص میدیم؟ گودی یا کاسه، کاسش رو بالا باشه شتاب مثبت، کاسه مکان رو پایین باشه شتاب منفی، کاسه ماسه نداشه این شتاب صفر مطلق. خب بریم آقا سراغ سوال، ببینیم چی گفته. نمودار سرعت زمان سه متحرک نشان داده شده است. بارها در امتحان نهایی سوال بوده شتاب سه متحرک را به طور کیفی با یکدیگر مقایسه کنید. شتاب هر متحرک را به دست آورید. خب نمودار سرعته، چگونه به شتاب برسیم؟ سرعت پله دومه، چگونه به شتاب برسیم؟ به کمک شیب، شیب سرعت میشه شتاب، شیب مماس بر سرعت میشه شتاب. منتها اینا چون همه خطن، شیب مماسش با شیب خودش با هم برابره. میگه اول به طور کیفی مقایسه کنید کدوم یکی از اینا بچو شیبش از همه بیشتره. قطعا فریاد میزنی سی، چون زاویهش با افق از همه بیشتره، شتاب سی از همه بیشتر، بعد آ، بی هم که اصلا شتابش صفر. بعد میگه شتاب هر یک را به دست آورید، بی که شتابش صفر، آ هم مثلا میخوای شتابش رو به دست بیاری، زاویهش با افق، تانژانت تتا، شیب خط رو میخوایم به دست بیاریم، تتا رو میگیری اینجا، مثلا یه مثلث قائم الزاویه فرض کن اینجا انتخاب کن، اینجا هم انتخاب کنی مشکلی نیست. این مثلث قائم الزاویه ظل مقابلش 20، ظل مجاورش هم 20، 20 تقسیم بر 20 شتاب آ میشود 1. شتاب آ میشود تانژانت تتا، مثبت هم هست، صعودی 20 به 20 میشه 1. شتاب سی مثلا اینجا تتاش رو انتخاب کنیم، زاویهش با افق، ظل مقابل 20 به مجاور 10 تو این مثلث میشود 2. شتاب سی هم طبق اعداد از همه بیشتره، که باز در جزوتون ببینید در پاسخنامه محاسبه شده. شتاب ها به طور کیفی هم مقایسه شده، شتاب سی از همه بیشتره، بعد آ چون شیبش از همه بیشتره، و شتاب آ و بی و سی هم به دست اومده.
یه چیز دیگه هم پرسیده که آقا جابجایی هر متحرک رو در 10 ثانیه به دست آوری. جابجایی هر متحرک جابجایی میشد مساحت زیر نمودار سرعت زمان. مساحت زیر نمودار سرعت زمان. ببین شتاب میشه شیب نمودار سرعت. پلر میای پایین. بعد مساحت از سرعت بری بالا به جا به جایی به مکان میرسی میشه تغییرات مکان. کافیست برای هر منطرک مساحت زیر نمودارش از 0 تا 10 را به دست آوریم. دقت کنید تا 10 ثانیه نه بیشتر، چون خود مسئله گفته تا 10. برای متحرک عام مثلا اگر بررسی کنیم تا 10 ثانیه میشه این مثلث اینجا. برای زیر متحرک آه میبینی اینجا رو 10 ضرب در 10 تقسیم بر 2 مثلث میشه 50. برای بی تا 10 ثانیه برای سی این مثلث میشه 10 ضرب در 20 تقسیم بر 2 میشه 100. تا برای بی این مستطیله 20 ضرب در 10 میشه 200 تا که هر سه تاش محاسبه شد و جواب ها مشخص و به دست. این هم کار سختی نداشت این تمرین. تمرین بعدی تمرین شماره 4. پیش اومده بود اینجا. تمرین شماره 4 میگه شکل زیر نمودار سرعت زمان متحرکی را که در امتداد محور X حرکت می‌کند در مدت 28 ثانیه نشان می‌دهد. حواست باشه نمودار سرعت زمانه ها. شیبش میشه شتاب، مساحت زیرش میشه جابجایی. مهمترین نمودار حرکت شناسی نمودار سرعت زمان. شتاب در هر یک از مرحله‌های آب به 3 و 3D چقدر است؟ شتاب یعنی شیب این خط‌ها رو پیدا کن. شتاب متوسط آ اوریج در 0 تا 28 میشه دلتا وی به دلتا تی که به راحتی به دست بیاریم. جابجایی متحرک در این بازه زمانی مساحت زیرش رو باستی به دست بیاریم. مساحت این ناحیه رو ما میخوایم. زیر نمودار یعنی آقا این نمودارت ببین اینو هاشور بزنی بیای رو محور ایکس ها مساحت این ناحیه رو میتونیم میتونی بشکنیش به مساحت های مختلفی که بلدی یا یه دفعه حساب کنی با شکل‌های بزرگتر. مثلا اینجا یه مثلث داری، یه مستطیل داری، یه زوزنقه داری، مساحت این ستا رو جمع کنی میشه جابجاییت. شتاب هم که میشه شیب هر یک از این خط‌ها. برگردیم روی پاسخنامه ببینیم که اینجا ما چه کردیم. شیب ها رو به دست آوردیم برای هر کدوم. مثلا برای مرحله آبه ببین آبه این مثلث رو در نظر بگیری ضلع مقابل 4 به 8 میشه 1/2 نیم. میتونی با دلتا وی به دلتا تی هم بریش مشکلی نداره. مرحله B3 که اصلا شیب 0 است شتاب 0. مرحله CD میتونی زاویهش با افق اینجا بگیری تتا. ضلع مقابل از 4 تا 6 2. ضلع مجاورم از 20 تا 28 8. 2 تقسیم بر 8 میشه 1/4 و 25 صدم. البته اینجا وی دی منهای وی سی 6 منهای 4 به 28 منهای 20. اینجا اشتباه نمیشه 6 منهای 4 6 منهای 4 28 منهای 20 میشه 2/8 که میشه 25 صدم. اینو اصلاحش کنید. اینم از این که به راحتی به دست میاد. چیب ها پس چیب خط آی اوریج میشه در کل 28 ثانیه. در لحظه 28 سرعت 6 در لحظه 0 سرعت 0. زمانت هم که 28 منهای 0 6 28 می شود و تقریبا میشه 21 صدم متر بر مجذور ثانیه.
جابجایی هم عبارت از مساحت زیر نمودار سرعت که جابجایی رو در هر مرحله جداگانه پیدا کردیم. یه بار مثلث، یه بار مستطیل، یه بار هم زوزنقه. زوزنقه هم قاعده کوچیکش 4، قاعده بزرگش 6، 6 و 4 10، ارتفاع 8، تقسیم بر 2. جمعشون کردیم جابجایی کل محاسبه شد. اینم از این تمرین کتاب. خدمت گلت که عرض شود، تمرین بعدی ابوالفز تمرین خشنیه. بریم ببینیم چه گفته. میگه نمودار سرعت زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. نمودار شتاب زمان این متحرک را رسم کنید. اول شتاب زمانشو خواسته، بعدم گفته اگر x صفرش منفی 10 باشد نمودار مکان زمان متحرک را رسم کنید. نمودار شتاب زمانش کاری نداره، باید در مرحله بچو شیبو به دست بیاریم. این یه شیب اینجا داریم، یه شیب اینجا، یه شیب اینجا، کلا 3 تا خط شیب مرحله 1. ببین شیب مرحله 1 میشه ظل مقابل به مجاور. اینجا رو میگیری تتا زاویه با افق، 10 به روی 5 میشه 2. شتاب این مرحله میشه 2. شتاب این مرحله هم کلا روی اینجا تا اینجا یه خطه، شیبش عوض نمیشه. اینم باز میشه تتاش بگیریم اینجا 10 تقسیم بر 5، اینم میشه 2 ولی منفی 2. تا لحظه 15 ثانیه شتاب این خط یعنی شیب این خط منفی 2. از اینجا به بعدم باز تتاش رو اینجا انتخاب کنیم، اینجا منفی 10، 10 تقسیم بر 5، اینم شیبش میشه 2. کمپلت شیب این خط هم 2، یعنی 2 منفی 2 2. یه همچی حالتی میشه نمودار شتابش. ببین شتاب زمانش کاری نداره، این 2 منفی 2 دوباره 2، 2 منفی 2 دوباره 2. زمانات هم که همین است، تا 5 ثانیه 2، از 5 ثانیه تا 15 ثانیه منفی 2، از 15 تا 25 دیگه اون آخرش میشه 15 تا 25 هم اینجاست. حالا من اینو ریز کشیدم، اینجا میشه نمودار شتاب زمانمون 3 تا خط میشه. اینجا 3 تا خط داریم، 3 تا شیب متفاوت، 3 تا شتاب متفاوت هم اونجا رسم شد. اما خدمت گلت که عرض شود، نمودار مکان زمانش رو به چه شکلی رسم کنیم. نمودار مکان زمانش رو این بچه ها گفتم وقتی مثلا میخوای از روی نمودار سرعت به مکان برسی، هر مرحله مساحت زیرش رو پیدا میکنی، با مکان اولی قبلیش جمع میکنی، مکان نهایی اون مرحله به دست میاد. مثلا 0 تا 5 که شتاب 2، این مساحت مثلث رو پیدا کنی میشه دلتا ایکس. مساحت زیر نمودار سرعت میشه دلتا ایکس. دلتا ایکس رو با ایکس اولیه جمع میکنیم، ایکس نهایی این مرحله به دست میاد. بعد مثلا شتاب مثبت کاست رو میدی رو بالا. مرحله بعدی به همین ترتیب تا نمودار مکانت کامل بشه. خب بیایم روی پاسخنامه. اینجا ببین خودش مکان اولیه رو داده بود منفی 10، نمودار مکان بعد از منفی 10 شروع شد. خب من میگم آقا مکان اولیه منفی 10، اس 1 رو پیدا کنم، اس مثلث 5 در تا میشه 50 تا، تقسیم بر 2 میشه 25 تا، با منفی 10 تا میشه 15 مکان نهایی. یعنی از منفی 10 میرم تا چند؟ تا 15. کاسم رو به بالا، این میشه تیکه اول. از 5 ثانیه تا 10 ثانیه، الان اینجا ببین مکان اولیه‌مون دیگه 15. مساحت اینو پیدا کنیم مجدداً 5 ضرب در 10 میشه 50، تقسیم بر 2 میشه 25. 25 ایکس 2 مون کوچش اینا هاش اینجا نوشتمش. مکان اینجا 25 شد مساحت این، به علاوه 15 تا هم مکان اولیه‌اش بود اینجا، میشه 40 تا. یعنی از اینجا میریم تا 40 ولی کاسه رو پایین. چرا؟ چون شتابمون منفیه. مرحله بعدی اس اینجا رو پیدا میکنیم، باز میشه منفی 25. اس این مثلث مکانمون 40، با منفی 25 جمعش کنیم، دلتا ایکسمون منفی 25 و مکان اولیه‌مون 40 که این بالا بودیم. مرحله بعدی میایم تا 15، کاسه رو پایین، شتاب منفی، میایم تا 15
و در نهایت دوباره این مرحله به همین ترتیب اس رو پیدا میکنیم، با 15 جمعش میکنیم، به همین ترتیب میریم جلو، میشه منفی 10، میری تا منفی 10، کاست ولی رو به بالا چون شتاب رو به بالاست، مثبت کاست رو بالا. مرحله آخرم مجدداً اس شماره 5 که اینجا نوشتم براتون، اینم باز مساحتش میشه 25، بالای خط هستیم، با منفی 10 مکان اولیه‌مون اینجا بود، این انتها میشه 15، یعنی میریم تا 15، از منفی 10 تا 15 حرکت میکنیم، میشه نمودارمون به این شکل دقیق. یکی از سوال خیلی خوشگل و کامل بود. پس یک بار دیگه میگم بچه‌ها، یه مرحلهشو مجدداً توضیح میدم. ببین این تیکه مساحتشو پیدا کنیم میشه دلتا ایکس، با مکان اولیه که مسئله خودش داده بود منفی 10 جمعش کنیم، مکان نهایی در لحظه 5 ثانیه به دست میاد. مکان اولیه و منفی 10 از منفی 10 شروع میکنیم، اس اینجا میشود 25، 5 ضرب در 10 50 تقسیم بر 2 میشه 25، این میشه دلتا ایکس. به علاوه ایکس اولیت بکنی 25 به علاوه منفی 10 میشه 15، یعنی از منفی 10 برو تا 15. کاست کدوم وری باشه؟ رو بالا. چرا؟ چون شتابت مثبته، شتاب یعنی کاسه مکان. مرحله بعدی بچه های عزیز، این مثلث هم مساحتش میشه 25، اس 2 این زیر نوشته، میخوایم مکان رو در لحظه 10 به دست بیاریم، این میشه 25. مکان اولیه‌مون الان 15 در شروع مرحله 2، مکان اولیه‌مون 15 به علاوه 25 میشه 40، باز شتاب رو به پایینه، کاست رو میدی رو پایین ولی از 15 میدی تا 40، دقیق و خوشگل در میاد. به همین ترتیب مرحله به مرحله میدی جلو که همه رو براتون نوشتم، هر کدوم رو فلش زدم، مکان اینجا به این صورت رو دستیم، مکان اینجا به این صورت، مکان اینجا اینه، مکان اینجا هم اینه، مکان نهاییت هم که شده 15، برگشتی سر جای اولت به این صورت به دست میاد. سوال قشنگ و جالبی بود. خب اما بریم به سراغ سوال بعدی. شتابش هم که رسم کردیم. سوال شماره 6، شکل زیر نمودار مکان زمان. تا گفت مکان، مکان پله اول بچه ها، شیبش میشه سرعت، شیب دو نقطهش میشه سرعت متوسط، شیب مماسش میشه سرعت لحظه ای. مساحت زیرش هیچ معنا و مفهومی نداره، بالاتر از مکان پله ای نیست، مساحت ها باید بری پله بالایی که نداری. دونده دو نیم استقامت رو در امتداد یک خط راست نشان میدهد. آقای نمودار مکان زمانش، این دونده خدمت گلت که عرض شود، چی از ما خواسته؟ الف، در کدام بازی زمانی دونده سریع تر دویده، یعنی سرعتش بیشتر بوده، سرعت یعنی شیب مکان. در کدام بازی زمانی دونده ایستاده، سرعت دونده را در بازی 0 تا 250، 500 تا 1000 و اینا حساب کنید. سرعت متوسط دونده را در بازی زمانی 0 تا 1000 حساب کنید. چیز دیگه نخواسته؟ نه خدا رو شکر. خب سرعت دونده ایستاده آقا، یعنی سرعت صفر، اینجا شیب مکان صفر، اینجا سرعت صفر، ایستاده بازی 250 تا 500، 0 تا 250 سرعت یعنی شیب مکان، شیب یعنی تانژانت تتا، ضلع مقابل به مجاور، مقابلت 1000، مجاور 250، سرعت این مرحله 1000 به 250 میشه 4، سرعت این مرحله هم یه تانژانت تتا میخوابونی تو گوشش، این زاویهش با افق، خدمت گلت که عرض شود، اینجا ضلع مقابل به مجاور بری، از 1000 رفتی تا اونجا چنده؟ حالا این مثلث رو برو که دقیق بتونی به دست بیاری، اینجا رو برو ببین دقیقا داریش. این مثلث رو بگیر، از 1000 رفتی تا 2500 میشه 1500، سرعت مرحله 3 1500 تقسیم بر اینم از 500 تا 1000 رفتی میشه 500 تا، اینم میشه 3. این مرحله سرعتش از همه بیشتر، 3 1500 درست میشم
به 500 میشه 4 تا، این از همه بیشتره، این میشه 4 و میشه 3، اینجا سرعت از همه بیشتره، اینجا ساکنه، اینجا هم که سرعت 3، شیب اینم تابلو بیشتره، قائم نزدیکتره. خب اینم از سرعت و همه چیش مشخص شد. کدام باز سریع‌تر دویده از 0 تا 250؟ اما سرعت متوسطش هم از 0 تا 1000 خواسته بود. سرعت متوسط وی اوریج دلتا ایکس به دلتا ای تی، ایکس نهایی 2500، ایکس اولیه 0، 2500 تقسیم بر زمانمون هم 0 تا 1000 میشه 1000، سرعت متوسط میشه 2.5 متر بر ثانیه، که جوابشو اینجا نوشتیم. این هم سرعت متوسطش 2.5 متر بر ثانیه. این هم از این. سوال شماره 7 میگه آقا کدوم یکی از این شکلها، صورت تمرین کتاب تو پرسیده، کدوم یکی از این نمودارهای مکان زمان میتواند نمودار مکان زمان یک متحرکی باشد؟ بچه دقت کنید، متحرک در هر لحظه میتونه در یه مکان باشه. شما در هر لحظه یه جایی، نمیتونی در جا باشی، هم خونه باشی، هم مدرسه باشی، هم باشگاه باشی، نمیشه که. در یه لحظه یه جایی. اینجا هم آقا شما میای یه لحظه رو انتخاب میکنی، یه خط میکشی. نموداری که یک بار قطع شود، یعنی در یک لحظه در یک مکان. الان اینجا رو ببین الف، شما یه خط قائم کشیدی در این لحظه تو دو تا مکان مختلف. پس این نمیتونه باشه. در لحظه X1 مگه ممکنه شما هم خونه باشی هم مدرسه باشی؟ نمیشه که برادر مخوار من. هم این مکانه هم این مکان، دو تا مکان داره. غلط. به ازای یک تی. اینجا به ازای یک تی که اصلا اومده افتاده روی در چند مکان مختلفه، هزار تا مکان، میلیون ها نقطه X، این 100% غلطه. اینجا فقط در لحظه تی در یک مکانه. اینجا هم در لحظه تی 1، 2، 3 مکان مختلفه که 100% غلط. در 3 مکان مختلف قرار گرفته و بنابراین فقط این نمودار معناداری است در فیزیک که میتونه نمودار مکان زمان باشه. اینم سوال شماره 7. سوال شماره 8. بریم ببینیم چی پرسیده در کتاب. هفت و گفتیم، سوال شماره 8 توضیح دهید از نمودارهای مکان زمان رسم شده از این 4 تا کدام موارد حرکت متحرکی را توصیف می کند که از حال سکون، حال سکون یعنی سرعت اولیش 0، سرعت اولیش 0، سرعت را از روی مکان چگونه تشخیص می دیم؟ شیب مماس، سرعت اولیه میشه شیب مماس در لحظه شروع، این میشه سرعت اولیش، باید 0 باشه و به تدریج بر تندیان افسوده میشود، یعنی سرعتش زیاد میشه. خب آقا اینجا رو نگاه کنی، اولا این که به ماسی روش در لحظه شروع سرعت اولیش مثبت هستن، بعد هم اصلا شیبش ثابته، سرعت ثابته، این یکی هم سرعت اولیش مثبته، متاسفانه غلطه. این یکی سرعت اولیه‌اش یعنی مماسش 0، این یکی هم سرعت اولیه یعنی مماسش 0. از حال سکونی دوتا شروع به حرکت کردن و بعد تندی آن افزوده شود. تندی یعنی اندازه سرعت، قدر مطلق سرعت. و اینجا یواش یواش شیب داره زیاد میشه، اینجا شیب بیشتر شد، این هم به همین ترتیب شیب در حال افزایشه. شیب یعنی زاویه با افق، اشتباه نکنی، یه وقت نگید دایی میریم رو به بالا. شیب اینجا، این زاویه با افق، این زاویه با افق در حال افزایش است. پس هر دوی پوته میتوانند باشن. از حال سکون شروع برکر کرده، به تدریج بر تندیان افزوده شده است. پوته که توضیحاتشم گفتیم. اینجا هم خوشگل تره، ببین اینجا وی صفر صفره،
اینجا هم وی صفر صفر، اینجا زاویه با افق مینی در حال افزایش، زاویه با افق در حال افزایش، یعنی تندی در حال افزایش است. خب اما بریم به سراغ تمرین بعدی، تمرین شماره 9. تمرین 9 میگه که توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان زمان نشان داده شده حرکت متحرکی را توصیف میکند که سرعت اولیه آن در جهت محور x. سرعت اولیه آن در جهت محور x یعنی سرعت اولیه آن مثبت، v صفرش مثبت و شتاب آن خلاف محور x یعنی شتاب منفی. میگه نموداری رو پیدا کن که سرعت اولیهش مثبت شتابش منفی باشد. بریم ببینیم نمودارهایی که داده کدام ها هستند. سرعت اولیه میخوای مثبت، شتاب منفی. الف، سرعت اولیه یعنی سرعت شیب خط مماس بر مکان، در ابتدا مماس کنیم سرعت اولیه مثبت شیبش، شتاب یعنی کاسه مکان، کاسهش رو پایین، شتاب منفیه. بله این ویژگی ها رو داره. این یکی سرعت اولیه صفره، شتاب منفیه. این سرعت اولیش منفیه، مماسو بکشیم شتاب صفره، اصلا شتاب ندارد این، چون گودی نداره، کاسه نداره. اصلا مکان وقتی خط راست بشود شتاب صفره، مکان به شتاب از پله اول به پله آخر به کاسه توجه میکرده. اینجا هم سرعت اولیه صفره، به ماسی روی نمودار در شروع صفره، کاسش رو بالاه، شتاب مثبته. پس جوابمون همون الف خواهد بود. کدام میگون ویژگی ها را داشت سرعت اولیه مثبت شتاب منفی؟ الف شد. اینم از این که خدمت گل درس شود. در پاسخ نامه هم براتون نوشتم اینو. بله اینجا توصیفاتش اومد. شکل تمرین بعدی، تمرین شماره 10، تمرین بسیار مهمی که تست قلمچی خیلی خوشگلم تو کلاس ازش بررسی کردیم. ریاضی 99 هم سوال اومده، میگه شکل دزی نمودار مکان زمان دو خودرو را نشان میداد که در جهت محور x حرکت میکنن. الف در چه لحظه دو خودرو از کنار یکدیگر میگذرن؟ در چه لحظه هایی از کنار یکدیگر میگذرن؟ آقا در لحظه تی یک ببین مکاناشون به هم خورده، یعنی اینجا به هم رسیدن، از کنار هم رد شدن. و در لحظه تی شیش اینجا دو لحظه یکی از کنار یکدیگر میگذرن، تی یک و تی شیش. در چه لحظه تندی دو خودرو تقریبا یکسان میشود؟ گفتیم بچه ها هرگاه خطی سهمی را قطع کنند در دو نقطه تقریبا در وسط اون بازه، یعنی لحظه تی چار، اگر مماس بر سهمی رو بکشیم شیب مماس با این یکی میشه و تو این لحظه تقریبا سرعت ها، چون شیب مماس این سرعت ها با هم برابر میشن، لحظه تی چار میشه. در لحظه وسط لحظاتی که قطع میکنه، تی یک و تی شیش هم دیگر رو قطع کردن، وسط اون بازه شیب مماس بر سهمی با شیب خط موازی میشه. قضیه مقدار میانی که بهتون گفتم ویه آ و ویه بی برابر میشون، یا وی یک و وی دو برابر میشون، شیب ها یکی میشون. سرعت متوسط دو خودرو رو در بازی زمانی تی یک تا تی شیش با هم مقایسه کنید. سرعت متوسط بچه میشه شیب خطی که دو نقطه از نمودار مکان را به هم وصل کند. لحظه تی یک و به لحظه تی شیش وصل کنی یه خطه، چه برای آ چه برای بی سرعت متوسط ها با هم برابرند، شیب یکسان است، که تعداد زیادی از این مثال ها تو کلاس حل کرده بودیم و در پاسخنامه هم براتون توضیح دادم. بله دقیقا ببین این نقطه وسط که میماسی اینجا وی آ و وی بی یا دی یک و دی دو شیب هاشون با هم برابر میشه. سرعت متوسطش هم ببین بین این دو لحظه اینجا تا اینجا، هر دو از اینجا شروع شدن به اینجا خط شدن، این دو نقطه رو چه برای آ چه برای بی چه برای دی یک چه برای دی دو این دو نقطه رو به هم وصل کنی، وی اوریج یک و وی اوریج دو با هم برابرند. اینم از تمرین شماره 10،
تمرین شماره 11. اول صورتش رو بخونیم ببینیم چی گفته. تمرین 11 تمرین جالبیه و این تا حالا بچه تو نهایی سوال نیومده، خیلی خوراکه برای اینکه سوال بشه، حاصل خیزه. اینا هر کدوم چند بار سوال اومدن، بعضیا هنوز نیومدن چون کتاب نظام جدید هنوز بکره، یه جاهایشو هنوز سوال ندادن. یعنی از سال 98 به این ور که سوالای نهایی طبق کتاب نظام جدید شده، الان 4 ساله دارن نهایی میدن، هنوز یه جایی از کتاب هست جدیده و هنوز سوال نیومده. هر یک از چک‌های زیر مکان یک خودرو رو در لحظات 0 تی 2 تی و الی آخر تا 7 تی نشان میدن. ببین آقا، خودروی آ در لحظه تی اینجا این مسافه رو طی کرده، بعد 2 تی اینجا، بعد 3 تی، بعد 4 تی، 5 تی، 6 تی، 7 تی. خودروی بی اول اینجا، بعد لحظه تی 2 تی 3 تی اینجاست، بعدم 4 تی 5 تی 6 تی 7 تی. لحظات بازه های زمانی با هم برابر هستند. میخوایم حالا چه چیزهایی رو با هم مقایسه میکنیم. میگه الف، سرعت اولیه کدام خودرو بیشتر است؟ سرعت اولیه کدام خودرو بیشتر است؟ بچه خودرو آ رو ببینید، تو بازه 0 تا 3 تی این فاصله رو رفته. خودروی بی رو ببینید، تو بازه 0 تا 3 تی این تیکه رو رفته. یعنی جابجاییش اینقدر بوده، خودروی آ جابجاییش اینقدر بوده. میگه سرعت اولیه کدام یکی بیشتر است؟ یعنی قرار وی صفر این دو رو با هم مقایسه کنیم. اینجا گفتیم که بچه ها سرعت اولیه خودروی آ بیشتر است، زیرا در بازه 0 تا 3 تی که گفتیم فاصله بیشتری را طی کرده است. این هم 0 تا 3 تی اینجا، زیرا در بازه 0 تا 3 تی که زمان برای هر دو یکسان بوده، متحرک آ مسافت بیشتری را مطابق شکل طی کرده است. پس قطعا سرعت اولیه بیشتر بوده چون مسافت بیشتری رفت. بعد میگه سرعت نهایی کدام خودرو بیشتر است؟ سرعت نهایی خودروی بی بیشتر است. چرا؟ زیرا در بازه زمانی 3 تی تا 7 تی که میشه اینجا، 3 تی تا 7 تی، همان 4 تی که روی شکل نشان داده شده است، یعنی از اینجا تا اینجا، از 3 تی تا 7 تی، اینم از 3 تی تا 7 تی. شکل رو بچه ها نگاه کنید، زمان برای هر دو یکسان است، 4 تیه، ولی خودروی بی توانسته جابجایی بیشتری را انجام دهد. خودروی بی میگه آقا جابجایی بیشتری رو در این بازه انجام داده است، در بازه 3 تی تا 7 تی. البته بریم رو شکل کتاب رو نگاه کنیم، خودروی بی خودروی آ اینه جا به جاییش، و خودروی بی هم این است جا به جاییش. ستی از اینجا شروع شده، میبینید جا به جایی بی بیشتره، دلتا ایکس بی بیشتر است، این هم دلتا ایکس آ. میخواییم سرعت نهاییشون رو مقایسه کنیم، یعنی ویاشون رو اینجا، وی آ وی بی. میگه این که با این که سرعت اولیش کمتر بوده، ولی در بازه 3 تی تا 7 تی مینی جا به جایش بیشتر شده، یعنی معلومه سرعت نهاییش بیشتره و شتاب بیشتری داده. یعنی درسته اول سرعت اولیش کم بوده، ولی در مسیر تلاش بیشتری کرده، هم شتابش بیشتر بوده هم سرعت. وقتی هم شتاب بیشتر باشه، سرعت نهاییش هم بیشتر خواهد بود. شتاب یعنی تغییرات سرعت، هی به سرعت خودش بیشتر اضافه کرده، تونسته بیشتر جابجا بشه نسبت به متحرک آ. پس هم سرعت نهاییش بیشتره، هم کدام خودرو شتاب بیشتری دارد؟ بازم خودرو بی. سرعت نهایی کی بیشتره؟ بی. سرعت اولیه کی بیشتره؟ آ. پس یه بار دیگه میگم، در ابتدا از 0 تا 3 تی جابجایی آ بیشتر بوده، پس سرعت اولیه آ بیشتر از بیه. از 3 تی به بعد جابجایی بی بیشتر بوده، با اینکه ضعیف شروع کرده، ولی تونسته از 3 تی تا 7 تی،
از این بیشتر جابجا شه، یعنی هم شتاب بیشتری داشته تو مسیر، گاز بیشتری داده، شتاب بیشتری داشته و سرعت نهایی بیشتری هم داشته. این هم سوال جالبی و حاصل خیزه برای امتحان نهایی. حتی در کنکور هم ما از این سوال نداشتیم تا حالا. خب خدمت گلت که عرض شود، این ستی هم بچه از اینجا شروع میشه، جا به جای این بیشتر از اون بود. خب شتاب بیام که بیشتر از آن، دلیلش رو توضیح دادیم. اما بریم سراغ سوال بعدی. تمرین شماره 11، بریم 12. تمرین شماره 12 کتاب یک تمرین گلابی است. 12 و 13 میگه معادله حرکت جسمی در اس آی به صورت تی سه منهای سه تی دو به علاوه 4 است. مکان متحرک را در لحظات 0 و 2 به دست آورید. لحظه 0 رو بذار، لحظه 2 هم بذار، ایکس به دست میاد. سرعت متوسط جسم وقتی ایکس ها رو پیدا کردی، سرعت متوسط جسم میشود دلتا ایکس به دلتای تی. ایکس ها رو از هم کم کن، تقسیم بر دلتای تی، صفر منهای دو که به راحتی به دست میاد. چیز خاصی نداشت این تمرین، یه جایگذاری بود. سوال 13 البته رو پاسخنامه هم بهتون نشون دادم این کارا رو برای تو انجام دادیم. یه بار تیر رو گذاشتیم 0، x شده 4. تیر رو گذاشتیم 2، x شده 0. x دو منهای x یک، دلتا x مونه و سرعت متوسط به راحتی به دست اومده که حرفی برای گفتن باقی نمیگذارد. تمرین شماره 13 از کتاب درسی میگه نمودار سرعت زمان متحرک. تا گفت سرعت زمان پیش خود میگه شیبش میشه شتاب، مساحت زیرش میشه جابجایی. در شکل نشان داده شده است. تنگ بارها در امتحان نهایی سوال اومده، خیلی پرتکرار بوده این. تنگ کنید در کدام بازه‌های زمانی بردار شتاب در جهت محور ایکس. آقا شتاب در جهت محور ایکس یعنی شتاب مثبت. و در کدام بازه‌های زمانی در خلاف جهت محور ایکس یعنی شتاب منفی است. خب شتاب رو از روی سرعت چطوری تشخیص میدیم؟ شیب مماس. اینجا شتاب مثبت در بازه 0 تا تی 1، شتاب تی 1 تا تی 2 منفی، تی 2 تا تی 3 مماس شیبش منفی، تی 3 تا تی 4 شتاب مثبت. در لحظات تی 1 و تی 3 یه لحظه مماس افقی میشه، شتاب میشه 0. بازه های زمانی شتاب مثبت 0 تا تی 1، اینجا به بعد منفیه، به راحتی مشخص میشود که تو پاسخنامه هم باز نشونتون بدم. یعنی در واقع هر سوال ما دو بار توضیح میدیم اینه ها، مماس ها رو کشیدیم و شیب ها مشخص. خب سوال شماره 14 حرکت با سرعت ثابت. بچه ها حرکت با سرعت ثابت ویژگیش چی بود؟ ویژگیش این بود که شتاب صفر بود، اصلا شتاب نداشت. ویژگی دیگرش این بود سرعت لحظه‌ای و متوسطش برابر بود. چون سرعت ثابته، سرعت در تمام لحظات با سرعت متوسط برابر است. و یه معادله هم بیشتر نداشت، x مساوی v t به علاوه x صفر. خلاصه اینم جلوش بنویس، معادله مکانش بود x مساوی v t به علاوه x صفر. این x صفرش هم میآورد اینور، دلتا x میشد v در دلتای t، این میشد جابجایی، میشد مکان. این معادله مکانشه، اینم معادله جابجاییش. گلابی ترین حرکت ممکن. اما حرکت با شتاب ثابت خب 5 معادله داشت و که داستان داشت باشه. خب جسمی با سرعت ثابت بر مسیر مستقیم در حرکت است. جسم در لحظه سرعت ثابت بود، یعنی حرکت با سرعت ثابت هستیم، سریع یاده این معادلات میفتیم. در لحظه 5 مکان اینه، در لحظه 2 هم مکان اینه. معادله مکان زمان جسم را بنویسید. این معادله را بچه ها میخواییم بنویسیم، ما باید چیا را پیدا کنیم؟ V و X صفر. این دوتا را ما باید پیدا کنیم و به دست بیاریم و جایگزین کنیم.
خب سوال قشنگی، بعد گفته نمودارش هم رسم کنید، دو تا نقطه میدی رسمش میکنی، اون کاری نداره. اعداد رو داشته باش، بیایم رو پاسخنامه. خب دو تا لحظه داده بود، لحظه 5 و لحظه 20، مکان 6 و 36. با دلتا ایکس به دلتا تی میریم، سرعت رو به دست میاریم. 36 منهای 6 30 تقسیم بر 15 سرعت میشه 2 متر بر ثانیه. مکان اولی هم باید پیدا کنیم، این معادله مکانمونه. ببین ما بایستی اینا رو پیدا کنیم، وی و ایکس صفر. وی رو که با دلتا ایکس به دلتا تی، ایکس ها رو داشتیم، تی هم داشتیم، به راحتی به دست آوردیم. قلق اینجور مسائل اینه، با دلتا ایکس به دلتا تی میری وی رو به دست میاری، یکی از نقاط رو تو معادله قرار میدی، بعد اینکه وی رو به دست آوردی ایکس صفر به دست میاد. مثلا در لحظه 5 مکان بوده 6، اینو بذار تو معادله، زمان تو بذار 5، مکان تو بذار 6، وی هم بذار 2، تنها مجهول میشه ایکس صفر. چقدر خوشگل، ایکس رو گذاشتیم 6، وی هم گذاشتیم 2، زمان هم گذاشتیم 5، ایکس صفرمون به دست اومده، این میشه 10 تا برون و 6 منهای 10 ایکس صفر میشه منفی 4. پس معادله مکان ایکس صفرمون هم پیدا شد، ایکس صفر رو داریم و وی هم که داریم و وی تی بلو ایکس صفر، 2 تی منهای 4، ایکس صفرمون هم 4 بود. رسمش کنید، دو نقطه دلخواه کافیه بدیم. آقا ما یه بار تی رو دادیم صفر، ایکس شده منفی 4، صفر و منفی 4 میشه اینجا. یه بارم یک دادیم، دو یکی 2 تا منهای 4 میشه منفی 2، یک و منفی 2 هم میشه اینجا، یک منفی 2. و این دو نقطه رو هم وصل کنیم امتدادش دادیم، این میشه نمودار مکان زمان عمومی. شیبش مثبت یعنی سرعت مثبت، شیب مکان میشه سرعت، سرعت مثبت، مکان اولی هم منفی 4. اینم رسم دقیقش. اینم از سوال شماره 14. سوال بعدی، سوال 15، میگه شکل زید مودار مکان زمان، شیبش میشه سرعت، مساحت زیرش هیچ معنایی نداره، مکان پله اول بود، شیبش میشه سرعت پله دوم که در امتداد محور ایکس حرکت میکند، جا به جایی و مسافت پیموده شده توسط متحرک در کل زمان حرکت. جا به جاییشو میخواییم، مکان نیایی مساحت زیرشو پیدا کنی. مساحت زیر مال سرعت بود، سرعت زمان، مساحت زیرش میشد پله بالایش، میشد جا به جایی. مکان پله اوله، جا به جاییشو میخواییم. آقا جا به جاییش میشود مکان نهایی چند اینجا در پایان پایان؟ اینجا مکان صفر، در لحظه شروع هم مکان 50، جا به جایی میشود منفی 50. از 50 شروع کردی رفتی برگشتی به صفر، مکان اینجا صفر میشه منفی 50. که تو پاسخنامه من احتمالاً 100% براتون نمیشم. بله اینجا نوشتیمش. و اما خدمت گلت که عرض شود، این مسافت طی شدهش مهمه. مسافت میشه طول مسیری که طی کرده. ببین اینجا شروع کرده، فقط به محور ایکس ها نگاه کن، وقتی میخواد نمودار مکان مسافت پیدا کنی فقط به محور ایکس، از 5 رفته تا 10، یه 5 متر رفته بالا، بعد ساکن بوده هیچ اتفاق نیفتاده، یه 10 متر اومده پایین، یه 10 متر اومده پایین. مسافت می شود 5 به علاوه 10 میشه 15. ولی جابجایی مکان اولیه مکان نهایی میشه منفی 5 متر. اینجا بودیم، آخرم در لحظه دیدم مکانمون صفره، این می شود جابجایی من، منفی 5 متر، که با فرمول هم میشد به راحتی به دست بود. سرعت متوسط متحرک در هر یک از بازه های زمانی 0 تا 4 ثانیه، 4 تا، اینم که دیگه گلابیه دیگه، سرعت متوسط دلتا ایکس به دلتا تی، لحظه 0 مکان 5، لحظه 4 مکان 10، ایکس 2 منهای ایکس 1، تی 2 منهای تی 1، دلتا ایکس به دلتا تی، وی اوریج در هر مرحله و هر بازه‌ای که خواسته به دست میاد. یعنی در واقع اینم ما برات حساب کردیم، اینجا وی اوریج رو در هر بازه‌ای به دست آوردیم، اونم مسافت طی شده که توضیح دادم.
یه چیز دیگه هم خواسته بچه ها، و آن چیز چیست؟ و آن چیز اینه که معادله حرکت متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی بنویسید. نمودار سوء زمان را رسم کنید. تمرین کتاب هر کدوم الف به کل حروف الفبا رو می‌چینه پشت سر هم، اینو به دست بیار اونو فلان و اینا، و هر تمرینش خودش 4-5 تا تمرینه در واقع. معادله حرکت یعنی معادله مکانش رو در هر بازه زمانی بنویسید. معادله حرکت یعنی معادله مکان تو هر بازه بنویسید. آقا مثلا اینجا معادله حرکت رو می‌خوایم بنویسیم، اینجا که x ثابت 10 اصلا تکون نمی‌خوره، ساکن، سرعت 0، اینجا این بازه و این بازه که حرکت با سرعت ثابته یعنی شیب ثابته، می‌خوایم معادله مکان رو بنویسیم. برای این بازه بچه‌ها مکان اولیه‌مون چنده؟ 5. این میشه x صفرمون. معادله مکان یا معادله حرکت منظورش همون x مساویه vt به علاوه x صفره. تو باید این دوتا رو پیدا کنی، v و x صفر. v هم که میشه شیبش، شیب هم میشه تانجانت تتا. تتا زاویه با افق رو بگیر اینجا نگاه کنیم، مقابل به مجاور معلومه، 10 تا 5 میشه 5 تا تقسیم بر 4. اینجا سرعتت میشه 5/4 1.25، مکان اولیت هم که 5، در نتیجه x خواهد شد v t، v 1.25 ضرب در t به علاوه 5. این میشه مکان اولیه معادله حرکت یا معادله مکان برای این خط. این خط که اصلا معادله مکان نمیخواد، xش مساوی 10 ثابت، x مساوی 10. اینم به همین ترتیب شیب و مکان اولیه‌اش رو مشخص می‌کنی و به دست میاد که تو پاسخنامه نوشتیم. سرعت زمان هر مرحله هم رسم کنید، چه سرعت این مرحله هم میشه چند؟ تانژانت تتا مقابل به مجاور. مقابل طولش 10، مجاور هم 2. سرعت این مرحله 10/2 منفی شیب داره میاد پایین، میشه -5. سرعت زمانش هم بخوایم رسم کنیم، vt مرحله 1 سرعت 1.25 مثبت، مرحله 2 سرعت 0، مرحله 3 هم سرعت -5. 3 تا پله است به این صورت. اینجا 0 1.25 که تو پاسخنامه براتون نوشتم، اینم وی تی شه. از روی مکان چگونه سرعت را پیدا کنیم؟ شیب مکان پله اول، سرعت پله دوم، شیب هر مرحله رو به دست بیاریم. خب که خدمت که عرض شود در پاسخنامه هم اینها، 1.25 -5، اینجا هم که 0، شی به هر مرحله تانژانت ها رو به دست آوردیم، رو شکل هم بهتون نشون دادم. اصلا عمدن این فیلم رو ضبط میکنیم، این ویدیو رو، که شما با توضیحات خودم هم رو سوال ببینی، وگرنه میتونستم این پاسخنامه رو بهت بدم، ولی داریم رو ویدیو توضیح میدیم، تمرین ها رو یکی یکی وقت گذاشتم برات. قدر بدون لام از سر، قدر نمیدانی که نمیدانی. خب عرض شود به حضورت که بریم به سراغ تمرین بعدی. تمرین شماره 16. به به، نمونش هم تو متن کتاب بود. شکل زیر نمودار مکان زمان دو خودرو را نشان میدهد که روی خط راست حرکت میکنند. معادله حرکت یعنی معادله مکان آنها را بنویسید. منظورش x مساوی vt به علاوه x صفر است. برای هر دوشون، هر دو حرکت یک نواخت، مکانشون درجه 1. اگر خودروها با همین سرعت حرکت کنن در چه مکان و زمانی به هم میرسن؟ به هم میرسن یعنی ایکس ها رو که به دست آوردی ایکس ها رو مساوی هم قرار بده. آقا الان برای آ مکان اولیش -300،
شیبشم تانجانت تتار، تتار رو میتونی یه مثلث قاب منزوی همیشه تتار رو یه جای انتخاب کن بتونی مثلث تشکیل بدی، شیب رو به دست بیاری. تتار رو بگیریم اینجا، وی آ میشود ظل مقابل 300 مجاور 10، 300 به 10 میشه 30، مثبت هم هست داره میره رو به بالا. پس معادله مکان آ میشود وی تی، ویش سیه میشه سی تی منهای 300، مکان اولیش 300. برای متحرک B این x0 A بود، متحرک B نقطه شروعش اینجاست، مکان اولیش اینه، x0 B 300. شیبش هم میتونی تتا رو اینجا انتخاب کنی، این مثلث هم آه تابلوه، ظل مقابل 150 به 10 میشه 15. وی بی هم میشود 150 به 10 میشه 15. این از 300 تا 450 میشه 150 تا، تقسیم بر این فاصله هم که 10 تاست میشه 15. پس ایکس بی هم میشود وی تی، ویش 15 تی، ایکس افرش هم 300. 300 این معادله مکان دوتاشون به دست اومد. قسمت الف این هم تا حالا تو نهایی نیومده، خیلی خوراکه. ایکس ها رو مساوی هم قرار بدی، لحظه برخورد یعنی تی به دست میاد، تی رو تو یکی از اینا قرار بدی مکان برخورد پیدا میشه، که الان تو پاسخنامه نگاه کنید ایکس ها رو مساوی هم قرار دادیم. سرعت ها رو نوشتم، معادل مکان ها رو نوشتیم، رو شکلم برای توضیح دادم، هر مسئله هم دو بار توضیح میدیم. لحظه ای که به هم میرسن ایکس ها مساوی هم، 15 تی به علاوه 300 مساوی سی تی منهای 300، اون بیاد این ور با جمع میشه میشه 600، سی تی منهای 15 تی میشه 15 تی، تی میشه 40 ثانیه. بعد 40 ثانیه به هم میرسن، این زمان رسیدن به هم، زمان رسیدن به هم در چه مکانی به هم میرسن، اینو تو یکی از اینا بذار، یا اولی یا دومی، هر دوش هم یکی جواب به دست میاد. ایکس ها میشه 15 ضرب در 40 600 به علاوه 300 میشه 900، مکان رسیدنشون به هم به دست میاد. اینم از این. سوال شماره 17، خب میگه دانستن محل قرارگیری یک ماهواره در ماموریت‌های فضایی و اطمینان از اینکه ماهواره در مدار پیشبینی شده قرار گرفته یکی از ماموریت‌های کارشناسان فضا. خب اینا بدین منظور تپ‌ها یعنی موج‌های الکترومغناطیسی را، تپ یعنی موج، که با سرعت نور در فضا حرکت می‌کنند به طرف ماهواره مورد نظر می‌فرستند و بازتاب آن توسط ایستگاه زمینی دریافت می‌شود. اگر زمان رفت و برگشت یک تپ 24 صدم ثانیه باشد، فاصله ماهواره از ایستگاه زمینی تقریبا چقدر است؟ میگه آقا یه برای که موقعیت ماهواره رو تشخیص بدن، مثلا فرض کنید آقا این ماهواره باشه، از اینجا یه امواجی رو میفرستن، این امواج میره میخوره به این، بر میگرده برگشت پیدا میکنه، میاد میرسه به ایستگاه زمینی، ایستگاه زمینی زمان رفت و برگشتش چقدر طول کشیده؟ 24 صدم. فاصله ماهواره، فاصله ماهواره تا این ایستگاه زمینی یعنی دلتا ایکسش رو پیدا کن. منتها بچه ها دقت کنید، چون موج میره و برمیگرده، این دلتا ایکس با سرعت نور هم میره دیگه، با سرعت نور، سرعت نورم 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه است، اینم وی نوره. البته در امتحان نهایی به شما میدن اینو، لازم نیست حفظش باشه. این در واقع چون میره و برمیگرده دو تا دلتا ایکس رو طی میکنه، یه دلتا ایکس رفت یه دلتا ایکس برگشت، میره میخوره به ماهواره برمیگرده، جابجایش میشه، دو تا دلتا ایکس مساوی است با وی در تی. دلتا ایکس رو به راحتی به دست میاریم، دو تا دلتا ایکس میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 سرعتمونه، زمانمونم 24 صدم، که البته میتونی تقسیم بر دوش کنی، خود دلتا ایکست
به دست میاد، یا یه کار دیگه هم میتونی بکنی، یه دلتا ایکس رو در نظر بگیری، بسی دلتا ایکس رو وی تی زمانت رو نصف کنی، چون این زمان رفت و برگشته. میتونی اینجا بنویسی تی دوم، یعنی دو رو ببری اون بر بشه تی دوم، زمانت رو نصف کنی. میتونی هم اینجوری بنویسیش، دلتا ایکست خلاصه به دست میاد. چرا نوشتم دوتا دلتا ایکس رو؟ میره و یه دلتا ایکس، یه دلتا ایکس برمیگرده و اینم زمان رفت و برگشت. که در پاسخنامه هم به دینسان توضیح دادیم که آقا دلتا تی رو تقسیم بر دو کردیم چون زمان رفت و برگشت اونه، یعنی 24 صدم. ببین ما اومدیم زمان رو تقسیم بر دو کردیم به جای اینکه دلتا ایکس رو دو برابر کنیم. زمان رفت و برگشت 24 صدمه، زمان رفت نصفش 12 صدم، ضرب در سرعت نورش کنیم 3 ضرب در توان 8، دلتا ایکس یه دفعه به دست میاد. اگر هم نخواستی زمان رو نصف کنی، در عوض جا به جایی رو دو برابر کن چون رفت و برگشت. خب اینم از تمرین شماره 17. تمرین شماره 18 میریم تو حرکت با شتاب ثابت. آقا حرکت با شتاب ثابت، قبل از اینکه ورود کنیم بهش یه نگاهی به معادلاتش بنداز. حرکت با شتاب ثابت یه معادله سرعت زمان داشت، آتی به علاوه وی صفر وی سرعت، وقتی میگم سرعت زمان یعنی با وی شروع میشه، سرعت آتی شتاب زمان به علاوه وی صفر، سرعت متوسطش میشد وی یک به علاوه وی دو تقسیم بر دو، معادله مکان زمانش سهمی بود درجه دو، ایکس مساوی یک دوم آتی دو به علاوه وی صفر تی به علاوه ایکس صفر، معادله مستقل از زمان که توی زمان وجود نداشت وی دو منهای وی صفر دو مساوی دو دلتای ایکس. مستقل از شتاب هم اصلا تو کتابتون نیست، حالا تو تستا بیشتر کاربرد داشت و اصلا ما تستا رو یه جور دیگه مسائل حرکت با شتاب ثابتش رو درس میدادیم، ولی اینجا در حد امتحان نهایی و تشریحی میخوایم بگیم. خب اونجا پنج قلوها و رموز خودش رو داشت. خب خدمت قولت که عرض شود این معادلاتش بود. سوال 18 میگه نمودار سرعت زمان، تا گفت سرعت زمان میگه شیبش میشه شتاب، مساحت زیرش میشه دلتا ایکس، سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی 0 تا 5 ثانیه، 0 تا 5 ثانیه چند برابر سرعت متوسط آن در بازه زمانی 25 تا 40 ثانیه است. سرعت متوسط در بازه 0 تا 5 میشه اینجا، چند برابر سرعت متوسط در بازه میشه 5 10 15 20 25 میشه اینجا، 5 10 15 20 25. کاغذ شطرنج خوبش اینه، میگه سرعت متوسط در این بازه چند برابر اونه. خب سرعت متوسط میشد دلتا ایکس به دلتا تی، وی اوریج دلتا ایکس به دلتای تی. خب ما از روی نمودار سرعت زمان چطوری جا به جایی پیدا کنم؟ مساحت زیرش، مساحت زیرش رو 0 تا 5 ثانیه میشه این مثلث، خیلی گلابی به دست میاد، 25 تا 40 هم مساحت زیرش میشه این مثلث، این میشه جا به جاییت. اینجا تقسیم بر 15 میشه سرعت متوسط به دست میاد، اینجا هم تقسیم بر 15 میشه تقسیم بر 5 میشه زمانمون، سرعت متوسط ها به دست میاد و نسبتش به راحتی حساب میشه. پس دلتا ایکس میشه مساحت میشه 5 ضرب در اینجا هم 5، حواست باشه 5 در 15، مساحت اینجا یعنی دلتا ایکس اینجا میشود 5 ضرب در 5 تقسیم بر 2 میشه 25 دوم، زمانت هم که 5، وی اوریجت میشه دلتا ایکس به دلتای تی میشه 25 دوم تقسیم بر دلتا تیمونم 5 تو این بازه میشه، دور در دورش کنیم 25 دهم میشه، به 5 هم سادهش کنیم میشه 5 دوم. این سرعت متوسط تو این بازه، به همین ترتیب در این بازه هم برات حساب کردم تو پاسخنامه، اینجا 15
ضرب در 10 150 تقسیم بر 2 جابجاییت، تقسیم بر 15ش می‌کنی وی اوریج دلتا ایکس به دلتا تی تا وی اوریجت به دست بیاد، که این کارا رو انجام دادیم و در پاسخنامه انهاشش خوشگل به دست اومده. خب اینم از این. اما سوال شماره 19 یک سوال بسیار بسیار بیوتیفول و خوشگل هست. البته من به این سبک و سیاق اینجا حلش کردم، الان یه جور دیگه هم براتون حلش می‌کنم، به اون سبک کلاسی هم حلش کنیم. اینم سوال خوراک و خوشگلیه که جزء تمرینای کتابم هست. سوال 19 میگه که آقا نمودار مکان زمان متحرکی را نشان میدهد که در امتداد محور X با شتاب ثابت حرکت میکند، چه چیزهایی از ما خواسته؟ سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟ از 0 تا 3 سرعت متوسط V average دلتا X به دلتا T. دلتا X هم نمودار مکان دیگه، در لحظه 3 مکان 6 به راحتی میتونیم حساب کنیم، در لحظه 3 مکان 6، در لحظه 0 هم مکان 0. کاش اینو اول می نمیشیم، 0 تا 3 ثانیه خب در لحظه 0 مکان 0، در لحظه 3 هم مکان 6، 6 منهای 0 قسمت الف به راحتی دلتا ایکس به دلتای تی میشه 2. این به دست بود. معادله مکان را بنویسید، ایکس مساوی 1/2 آتی 2 به علاوه وی صفر تی به علاوه ایکس صفر. سرعت متحرک را در لحظه 3 پیدا کنید، نمودار سرعت را رسم کنید. این سه قسمت رو بچه ها من معکوسش رو انجام میدم. معادله مکان در حالت حرکت شتابدار سهمی بود 1/2 آ تی دو به علاوه وی صفر تی به علاوه ایکس صفر. میخوایم این معادله رو بنویسیم. گفتیم بچه ما باید شتاب رو پیدا کنیم، سرعت اولیه رو پیدا کنیم، ایکس صفر مکان اولیه هم پیدا کنیم، اینا باید به دست بیاد، جایگذاری کنیم بشه معادله مکان، بعدم سرعت متحرک در لحظه 3 رو به دست میاریم، نمودار سرعتش هم رسم میکنیم. اول بچه بیاییم نمودار سرعت اینو رسم کنیم. خیلی از اینا هم تو کلاس تستمون حل کردیم. گفتیم آقا اصلا یکی از جاهایی که باید نمودار سرعت بکشیم، جایی که نمودار مکان میده، تو بپر نمودار چی رو بکش؟ سرعتش رو بکش. نمودار سرعتش رو اینجا رسم کنم برات. نریم جای دوری، نمودار سرعت زمان. اول مکان اولیش یعنی ایکس صفرش که صفر، نمودار مکان تابلو از صفر شروع شده، ایکس صفر، پس ایکس صفر رو داری، صفر، خیالت راحت. سرعت اولیه میشه چی به خط مماس بر نمودار مکان در لحظه شروع. مماس بر مکان میشه سرعت در لحظه شروع. ببین سرعت اولیت منفیه، یعنی از منفی ها شروع میکنی، این سرعت اولیته. کاسه رو بالا یعنی شتاب مثبت، کاست رو بالا شتاب مثبت، پس نمودار سرعت هم شیبش مثبت، میره رو بالا شتاب مثبت. در لحظه 1 ثانیه ببین اینجا مماس رو بکشی سرعت صفر، رأس سهمی مکان همیشه میگفتیم سرعت صفر، پس اینجا که سرعت صفر است چه ثانیه است؟ 1 ثانیه است. بعد هم دیگه آقا لحظه 3 ثانیه و اینا هم که اینجا داریم، رو محور مکان هم چه اطلاعاتی داریم بچه ها دقت کنید. از 0 تا 1 ثانیه چقدر جابجا شدیم؟ از 0 اومدیم تا منفی 2، اینم جابجایی مونه، یعنی اومدیم رو پایین منفی 2 متر جابجایی مونه. دلتا ایکس مون هست
منفی دو دلتا ایکس. تو را قرآن بنویس، یه دلتا ایکسی برای ما بنویس. دلتا ایکس منفی دو. عجیب است، عجیبا غریبا. ببین در بازی صفر تا یک دلتا ایکس یعنی مساحت زیر نمودار سرعت، یعنی مساحت اینجا صفر تا یک، مساحت اینجا هم منفی دو. اسش بابا همچرا اینجوریه، اسش منفی دو اس اینجا. خب تو حالا اس اونجا رو داری، به راحتی وی صفر رو به دست میاری، به راحتی شیب خط یعنی شتابت هم به دست میاد، همه چیزت به دست میاد، دار و ندارت به دست میاد. الان اس اینجا رو داری، اس میشه قاعده ضرب در ارتفاع، قاعده چند؟ یک. ارتفاعش چقدر؟ وی صفر تقسیم بر دو، این شده منفی دو. این رو در این ضرب کنی وی صفر میشه منفی چهار. وی صفر شد منفی چهار، وی صفر پیدا شد به راحتی. آ میشه شیب این خط، آ میشه شیب، شیب میشود تانجانت تتا، تتا تو بگیر اینجا، مقابل به مجاور، مقابل چهاره، وی صفر شد چهار دیگه، تانجانت تتا میشه چهار به یک، میشه چهار، چهار به یک، مقابل به مجاور. وی صفرت هم که دست من منفی چهار. خط صعودی شیب مثبته دیگه، هر وقت با تانژانت میری علامت خودت تشخیص میدی. شتابت هم شد چهار. ببین همه چیزت به دست اومد، معادله مکان تو میتونی به راحتی بنویسی. خیلی خلاص، یک دوم ضرب در چهار تی دو، معادله مکانمون میشه یک دوم آ چهار تی دو به علاوه وی صفر تی منفی چهار ضرب در تی. ایکس صفرمون هم که صفره، مکان اولیه صفر بود. سادش کنیم ایکسمون میشه دو تی دو منهای چهار تی. این معادله مکانته، به راحتی به دست اومد. نمودار سرعتش رو رسم کنید، رسم کردی، اعدادش هم که به دست آوردی به زیبایی. Very beautiful. هیچ کم و کسری نداری. سرعت متحرک در لحظه سه. سرعت رو اینجا میخوای، اینم با یه تشابه خوشگل میتونی بری. این مثلث و این مثلث متشابهن، این قاعدش یکه، این قاعدش دوه، پس ارتفاع اینا باید دو برابر این باشه. این منفی چهار بود، دو برابرش میشه هشت. اینجا سرعت هشت، اینم به راحتی به دست میاد. سرعت در لحظه سه هشت. یه بار دیگه میگم تشابه نوشتیم، تشابهش هم بذار برات بنویسم اینجا که غمگین نشی، دلچرکین نباشی. با یه تشابه خوشگلم میتونی بری آخرش این کار رو انجام بدی. تشابه آقا قاعده این یک، قاعده این از یک تا سه دو، میشه یک به دو. ارتفاع این چهار، ارتفاع این وی، سرعت در لحظه سه مجهول، اونم ارتفاعش شد چند؟ چهار به وی. طرفی مسئله این وی میشه هشت. سرعت هم در اون لحظه به دست اومد، همه قسمت های مسئله به راحتی حل شد. پس هر وقت نمودار مکان بهت دادن، فارغ از اینکه چی ازن میخواد، اول نمودار سرعت مکان، سرعت زمان رو بکش و اطلاعات رو ببر روش. یک بار دیگه توضیح میدم، مکان اولیه که صفر، سرعت اولیه شیب خط مماس منفیه در لحظه شروع، پس نمودار سرعت از منفی شروع میشه. کاسه رو بالا، شتاب مثبت یعنی شیب سرعت مثبت، میری رو بالا. در لحظه یک مماس افقی سرعت صفر، پس اینجایی که سرعت شده صفر لحظه یک، دیگه همه چی به دست اومد. تا لحظه یک هم ببین، این تیکه جا به جایی تو میای میخونی، از صفر اومدی تا منفی دو، منفی دو متر جابجا شدی، مساحت زیر نمودار سرعت میشه جابجایی. یعنی جابجایی اینجا مساحت زیر اینه،
این مساحت رو داری، قاعده ضرب در ارتفاع وی صفر به دست میاد، آ میشه شیب نمودار سرعت، شیب میشه مقابل به مجاور، تتا رو گرفتیم اینجا مقابل به مجاور، چهار طول اینه، یکم طول اینه، میشه چهار، مثبت هم از سعودی داره میره بالا، شتابت هم پیدا شد و جایگذاری و معادله مکانت پیدا شد، سرعتت هم رست شد و سرعت در لحظه سه هم متشابه به راحتی به دست اومد. این هم تمرین جامع و کامل خوشگلی بود. البته در داخل جزوه به یه روش دیگه هم حلش کردیم. خب برگردیم و سوال 20 رو با هم بررسی کنیم. البته ببینیم تو جزوه، ببینیم تو تمرین کتاب سوال 20 چی گفته. کم کم داریم به سقوط آزاد میرسیم که مخصوص ریاضی است. 20 و 21 و 22 و 23. نه دیگه، هم 22 و 23 میاد. خب آقا سوال 20 گفته متحرکی در امتداد محور X با شتاب ثابت. تا گفت شتاب ثابت، حرکت با شتاب ثابت. در مکان X مساوی 10 سرعتش اینه و در مکان X مساوی 19 سرعت اینه. 18 کیلومتر بر ساعت تقسیم از 3.6 تامش کنیم میشه 5 متر بر ثانیه. کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3.6 تام میشه 5 متر بر ثانیه. چون اینجا متر بر ثانیه، متر بر ثانیه است. الف، شتاب حرکت آن چقدر است؟ آ رو خواسته. خب بچه نگاه میکنیم میبینی خب زمانی که نداده، سرعتش رو در ابتدا داده، در انتها هم داده، جا به جایی هم که داریم مستقل از زمان میریم، چون زمان داده نشده در این تست. مستقل از زمان میشد وی دو به توان دو، منهای وی یک به توان دو مساوی دو آ دلتا ایکس. آ به راحتی به دست میاد، دلتا ایکس رو داریم، وی اولی هم داریم، وی نهایی هم داریم، آ مجهولمونه. بعدم که گفته پس از چه مدتی سرعت متحرک، زمانش هم خواسته از 4 به 18 کیلومتر بر ساعت یا همون 5 متر بر ثانیه میرسد. اونو با معادله سرعت زمان میتونیم بریم. اینجا رو ببینید، معادله مستقل از زمان رو نوشتیم چون زمان نداده بود. سرعت نهاییش 25 به توان 2، منهای 16 به توان 2 مساوی 2 آ دلتای ایکس. البته فکر کنم ما اینجا یه اشتباهی کردیم در نوشتن این قسمت، یه اتفاقی افتاده. سرعت 4 بوده به توان 2 میشه 16، اینم 5 بوده به توان 2 میشه 25. بله این دو بار در واقع اینو اصلاحش کنید بچه ها، این در واقع 5 به توان 2 منهای 4 به توان 2 مساوی است با 2 آ دلتا ایکس مونم میشه 19 منهای 10. خب 25 منهای 16 میشه 9. این قسمت رو خط بزنید، اشتباه شد. سرعت اون در ابتدا 4 بوده بعد شده 5، بعد میشه 25 منهای 16 میشه 9 مساوی 2 آ ضرب در 19 منهای 10 میشه 9، 9 با 9 میره، آ میشه 1 دوم یا نیم. اشتباه تایپی رخ داده بود، البته جوابش درست بود ولی دیگه نباید اینا رو دوباره به توان 2 میرسوند. آ به دست اومد، بعد وی مساوی آتی به علاوه وی صفر یا وی دو میشه آتی به علاوه وی یک، وی نهاییمون شده بود 5، شتابمون شد نیم، زمان رو نداریم و سرعت اولیه‌مون هم که 4 بود، جایگذاری اون یک بیادیم ور، 5 به نهایی 4 میشه 1 تقسیم بر نیم، دلتا تیمون هم میشه 2 ثانیه. اینم سوال شماره 20. سوال شماره 21.
آها، این اصلا تو کلاس هم تو جزء خودمون هم حل کردیم، این حرکت دو متحرک که اصلا داستانش از اینجا شروع میشد بدین صورت بود که میگه آقا خودروی پشت چراغ قرمز ایستاده است. ایستاده است یعنی سرعت اولیه‌اش صفر. با سبز شدن چراغ خودرو با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه شروع به حرکت میکند. در همین لحظه کامیونی با سرعت تقسیم بر 3.6 میشه 10 متر بر ثانیه از آن سبقت میگیرد، میزنه بغلش رد میشه بیره. یعنی ببین تو پاسخنامه یه همچی داستانی ما داریم، دو متحرک از یه نقطه از پشت چراغ قرمز، اتومبیل مشخصاتش حرکتش شتاب داره، سرعت اولیه‌اش صفره، شتابش 2، شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه شروع به حرکت میکند، کامیون با سرعت 10 متر بر ثانیه در حال حرکت میزنه کنار این رد میشه. میگه آقا جایی که به هم میرسند، آقا اینجا به هم میرسند، در چه لحظه ای به هم میرسند؟ تیش رو پیدا کنید، مکانش رو پیدا کنید، نمودارای مکان زمان و سرعت زمان و اینا همه رو رسم کنید، اینا همه رو قراره به دست بیاریم. گفتیم آقا وقتی دو متحرک از یه نقطه شروع میکنن به حرکت، اینا هر دو پشت چراغ قرمز از کنار هم گذشتن، دوباره به هم برسن، دلتا ایکس خود رو که حرکت شتاب ثابته شتاب داره و اینکه سرعت ثابته با دلتا ایکس کامیون برابر است. دلتا ایکس کامیون، دلتا ایکس کامیون مگه سرعت ثابت نیست؟ دلتا ایکس سرعت ثابت ها چی بود؟ وی تی. دلتا ایکس شتاب داره چی بود؟ 1/2 آتی 2 بله وی سفتی. ایکس سف نداره دیگه، ایکس سفرش رو بردیم اونور شده دلتا ایکس. این دوتا دلتا ایکس باید با هم مساوی باشن که ما اومدیم مساوی قرارشون دادیم. 1/2 آتی 2 به علاوه وی سفتی، وی سفرش هم که از بین میره، آر هم گذاشتیم 2 به جاش، 2 با 2 رفته مونده تی 2. وی سفتیش کجا رفت؟ وی سفتی صفره، سرعت اولیه صفره، گود نایت، این میره. دلتا ایکس مساوی وی تی برای خودرو کامیون، ویش 10 میشه 10 تی. این دوتا رو مساوی هم قرار دادیم، تی 2 مساوی 10 تی، یه تی از طرفین حذف کردیم، تی شد 10 ثانیه. بعد از 10 ثانیه به هم میرسن، چه مکانی به هم میرسن؟ این تی رو تو یکی از اینا بذار، یا تو اولی یا تو دومی، تو این راحت تری میشه. 10 تی 10 10 تا میشه 100 تا، یا اینجا هم بذاری تی 2 در توان 2 میشه 100، در 100 متری به هم میرسند. برای خود رو حرکت شتاب داره، نمودار مکانش میشه یه سهمی، هر دو هم آقا اون نقطه‌ای که شروع کردن به حرکت میگه نقطه صفر، اینجا یه سهمیه، شتابش مثبت، کاسش رو بالا. ولی برای کامیون حرکت با سرعت ثابت، نمودار مکانش خط راست شیبدار بود، اینم یه خط، اینم سهمی، این برای خودرو سهمی، اینم برای کامیون. حرکت سرعت ثابته، نمودار مکانش میشه درجه 1، خط راست شیبدار، و اینم که میشه سهمی. در لحظه 10 ثانیه در مکان 100 متری هم همدیگر رو قطع میکنن، نمودار مکانشونه، سرعت زمانشون هم گفته بکشید. کامیون که سرعتش ثابته 10، اتومبیل هم که شتابش 2، یعنی شیب نمودار سرعتش 2 و از حال سکون یعنی وی صفر صفر شروع میکنه. اینم خودرو باز اینم کامیون، کامیون سرعت ثابت 10، خودرو هم از وی صفر صفر شروع میکنه، یا علی میره رو بالا.
اینم از نمودار سرعت زمانشون و مکان زمانش. اینم از این. تمرین مهمی بود. سوال 22 آخرین سوال بچه‌های تجربی است. میگه شکل نشان داده شده نمودار سرعت زمان خودرو، سرعت زمان شیبش میشه شتاب، مساحت زیرش جابجایی سرعت زمان را نشان میدهد. خب که روی مسیر مستقیم حرکت میکنه، سرعت زمانشه. شتاب خودرو را در هر یک از لحظات 3 و 8 و 11 و 15 به دست آورید. لحظه 3، لحظه 8، لحظه 11 و لحظه 15 شتاب رو به دست بیارید. شتاب یعنی شیب نمودار سرعت. شتاب متوسط یعنی آی اوریج دلتا وی به دلتا تی در بازه 0 تا 20 ثانیه در کل حرکت. در هر یک از بازه های زمانی 5 تا 11 و 11 تا 20 خودرو چقدر جابجا شده است؟ جابجایی میشه مساحت زیر نمودار سرعت. خب بعدم که سرعت متوسط خودرو در 5 تا 11 باز میشه دلتا ایکس به دلتا ای تی. یکی یکی جلو بریم بچه ها. شتاب خودرو اینم تو پاسخنامه شکلش رو کشیدیم یا نه همونجا براتون توضیح بدم، اگه نه که روی این شکل توضیحش بدم. شکلش نیست اینجا. خب نو پرابلم. شتاب در لحظات 3 11 15 به علت ثابت بودن سرعت برابر 0 است. شتاب میشه شیب خط مماس بر نمودار سرعت. اینجا رو ببین نمودار سرعت زمان ها در لحظه 3 اینا ها. این لحظه 3 شتاب 0. در لحظه 8 بین 5 تا 10 8 اینجاست. بایستی ما شیب این خط رو پیدا کنیم. این شیب خط از 5 تا 10 ثابته دیگه. شیبش رو به دست بیاریم. این زاویهش با افق ظل مقابل به مجاور. مقابل طولش 5 تا 15 10 مجاورم 5 10 به 5 شتاب این مرحله میشه 2. آقا شتابو در لحظه 8، بله شتاب در لحظه 8 میشه شیب خط مماس. خط مماس روی خط میفته رو خودش. شیب این خطم از 5 تا 10 ثابته، یعنی لحظه 8 7 6 5 و نیم تمام اینا شتابشون 2. یه شیب داره، شیب که عوض نشده، خط که عوض نشده، شتاب 2. در لحظه 11 11 میفته بعد از 10 اینجا، مجددا بیای بالا شیب 0 شتاب 0. لحظه 15 هم که باز بیای بالا کلن از 10 تا 20 شتاب 0. این قسمت اول. شتاب متوسط در بازه 0 تا 20 ثانیه را پیدا کنید. شتاب متوسط دلتا وی به دلتا تی. آقا در لحظه 0 سرعت چنده؟ 5. میری تا برسیم به نمودار سرعت 5. در لحظه 20 ثانیه هم سرعت 15. سرعت 15 دلتا وی به دلتا تی 15 منهای 5 به 20 منهای 0 میشه 10 20 میشه 1 دوم. این هم شتاب متوسط. در هر یک از بازه های زمانی 5 تا 11 و 11 تا 20 ثانیه خودرو چقدر جابجا شده است؟ خب آقا 5 تا 11 چقدر جابجا شده و 11 تا 20؟ 11 تا 20 راحته، یه مستطیله. من اینا رو پاک میکنم دیگه. حالا تو پاسخنامه شکلش رو نکشیدیم که اینو پاک نکنیم. نه متاسفانه نمیدونم چرا
شکلش اینجا نیاوردیم از عجایب است. حالا اینجا دوباره بچه ها شکلش رو براتون میکشم چون بچه های گلی هستید. ببین اینه دیگه شکلش. البته کار سختیه چون شطرنجیه خیلی طولانی میشه. برگردیم رو همین شکل. ببین اینا رو پاک کنم دیگه. این توضیحات رو داری دیگه، الان تو فیلمش رو داری. پنج تا یازده خدمت گلت که اینا رو پاک کنم دیگه. شیب میبا رو به دست آوردیم. پنج تا یازده میشه اینجا. این از پنج تا یازده. این تیکه میشه جا به جاییت. مساحت زیر نمودار سرعت زمان. یه دونه مستطیل بچه و یه زوزنقه است. یه مستطیل یه زوزنقه. از 11 تا 20 ثانیه هم جا به جایید. 11 تا 20. 11 تا 20 میشه اینجا. کمپلت یه مستطیله که راحت جا به جاییش بدست. 11 تا 20 میشه 9 تا. ارتفاع طولش هم که 15. 9 تا 15 تا میشه 135 تا. جا به جاییش بدست. پس اینو در واقع بچه این شکل پنج تا یازده یه ذره سخته. باید بگونیش دو تا شکل. ببین یه مستطیل یک زب در 15 طولشه. یه زوزنقه هم 15 به علاوه 5 زب در 5 تقسیم بر 2 که تو پاسخنامه نوشتم. جا به جایی در بازه 5 تا 11 و 11 تا 20 به دست میاد. بعد سرعت متوسط هم که میشه دلتا ایکس به دلتا تی. دلتا ایکس اینجا رو به دست آوردی تقسیم بر 6ش میکنی. 5 تا 11 6. دلتا ایکس اینجا هم به دست آوردی تقسیم بر 11 تا 9 زمان 11 تا 20 9 که اینا تو پاسخنامه انجام دادم. الانم توضیح دادم که بفهمی داستان چی. و بدین شکل سرعت متوسط هم به دست میاد. خب اینها S1 و S2 رو با هم جمع کردیم 65 تا. اونجا هم که شده 9 تا 15 تا 135 تا تقسیم کردیم. سرعت متوسط به دست اومده. خیالت راحت. اما بخش پایانی که الان توضیح میدیم بچه ها این وقتیه. اینجا برای بچه های تجربی تمام. اما بخش سقوط آزاد یه چند تایی سوال آخری هست که سقوط آزاد توضیح میدیم. اینا مختص رشته ریاضی هست. بچه های رشته ریاضی اینجا به بعد رو ببینند که میشه از سوال بیست و سه، بیست و چهار و بیست و پنج. سه تا سوال گلابیه. بیست و سه میگه گلوله ای را باید از چه ارتفاعی رها کنیم تا پس از چهار ثانیه به زمین برسد؟ سرعت گلوله در نیمه راه و همچنین در لحظه برخورد به زمین چقدر است؟ مقاومت هوا را هم نادیده بگیرید. رها کنیم یعنی سرعت اولیش هم صفر. زمانم که داده جا به جایی رو میخواد. از چه ارتفاعی یعنی چقدر جا به جا میشه تا به زمین برسد؟ تا پس از چهار ثانی به زمین برسد. خب آقا با معادله جا به جایی دلتا ایگرگ اگر بریم، دلتا ایگرگ بود منفی یک دوم جی تی دو. جیمونم که 9/8 همه، زمانمونم که 4 ثانیه است. قرار میدیم جا به جاییمون به دست میاد. ارتفاعمون چه 78.4 هم میتونستی منفیش هم نذاری، ولی خب حواست باشه که چون جا به جایی رو به پایینه منفی به دست اومده. خب این میشه جا به جاییمون. بعد میگه در نیمه راه. نیمه راه یعنی 78 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 34.2. اینجا سرعت رو میخوایم. این معادله سرعت از کجا اومده به این شکل؟ این همون مستقل از زمان خودمونه. ناراحت نشیا. از اینجا رهاش کردیم. V0 0 بوده. اینجا سرعت رو میخوایم. V1 رو میخوایم.
این هم جا به جایی مونه که 78 و 34 و 2 دهمه. 34 و 2. سرعت نهایی منهای سرعت اولیه مساوی 2g دلتای y، این که صفر هیچی جذر بگیریم میشه رادیکال 2g دلتای y‌ت. که اینجا هم 9/8 بذاری، اینو منفی بذاری یا منفی بذاری، هر دو در هم میشه مثبت. نخواستی هم که همون مثبت در نظر بگیریم، چون با سرعت رو به پایینه علامتش شده منفی، منفی 27 دارم. ولی منفیش هم نظری کسی نمره ازت کم نمیکنه، ولی حواست باشه تو سقوط آزاد همه چی رو به پایینه، به این خاطر سرعت منفیه، جابجایی منفیه، جی منفیه، ولی هی منفی بذاری که هیچ میشی، همه رو مثبت بذار، ولی آخرش حواست باشه که همه اینا جهتشون رو به پایینه. ویت هم به دست میاد، این در لحظه برخورد به زمینم به جای اینکه جابجایی تو بذاری 34 و 2 دهم، جابجایی تو میذاری 78. باز با همون معادله جوابت به دست میاد. اینم از این. سوال بعدی رشته ریاضی میگه آقا گلوله آ را در شرایط خلا از ارتفاع h بدون سرعت اولیه رها میکنیم. بدون سرعت اولیه یعنی صفر صفر. 3 ثانیه بعد گلوله بی را از ارتفاع h چارم بدون سرعت اولیه رها میکنیم. 3 ثانیه دیرتر، یعنی اگر زمان گلوله آ رو بگیریم تی، گلوله بی چون 3 ثانیه دیرتر را افتاده میشه تی منهای 3. نسبت سرعت گلوله آ به سرعت گلوله بی در لحظه رسیدن به زمین چقدر است؟ لحظه ای که هر دوشون میرسن به زمین نسبت سرعت هاشون رو پیدا کنید. خب آقا سرعت وقتی سرعت اولیه صفره دیگه اثبات کردیم میشه 2g دلتای y، اینو از ارتفاع h یا y رها کردیم، آ رو، این از ارتفاع h چارم، 2g ها با هم میرن، رادیکال هم خدمت گلت که عرض شود ویه آ به ویه بی، در واقع میتونی یه رادیکالش کنی 2G با 2G میره، ایگرگ هم با ایگرگ میره، میشه رادیکال دور در دور 4، رادیکال 4 هم میشه 2، در واقع اینجا میشه رادیکال 4، رادیکال 4 هم میشه 2. این قسمت الفش بود، نسبت سرعت هاشون رو میخواست که با همون معادله رفتیم که اثباتش کنیم، هر وقت سرعت اولیه صفر باشه میشه سرعت نهایی رو با اون به دست آورد. اما یه چیز دیگه هم گویا خواسته، اگر دو گلوله همزمان به زمین برسن مدت زمان سقوط گلوله، هر گلوله و ارتفاع h را پیدا کنید. مدت زمان سقوط هر گلوله و ارتفاع h را به دست آورید. خب آقا میگه اگر هر دو گلوله همزمان به زمین برسند، بیایم رو پاسخنامه ببین. گلوله آ جا به جایش میشه 1/2 جی تی دو، زمانش رو گرفتیم تی میشه 1/2 جی تی دو. گلوله بی میشه 1/2 جی تی بی به توان دو، چون 3 ثانیه دیرتر راه افتاده زمانش میشه تی منهای 3 گرفتیم، میشه 1/2 جی در تی منهای 3 به توان دو. خدمت گلت که عرض شود با توجه به اینکه جابجایی این 4 برابر اینه، این از ارتفاع h، این از ارتفاع h چهارم رها شده، ایگرگ آ چهار برابر ایگرگ بیه. چرا؟ چون این h بود ایگرگ آ بود h، ایگرگ بی بود چی؟ از ارتفاع h چهارم ولش کرده بودیم. ایگرگ آ یعنی h 4 برابر اینه، پس 1/2 جی تی 2 یعنی ایگرگ آ رو مساوی 4 تا 1/2 جی در تی منهای 3 به توان 2 قرار دادیم. 1/2 جی ها با هم میرن، 1/2 با 1/2 میره، جی با جی میره، از طرفین یه جذر خوشگل بگیر، جذر بگیری جذر تی 2 میشه تی، حالا من اینجا حسابش کنم، جذر تی 2 میشه تی، جذر 4 میشه 2،
در تی منهای 3 اینم تواندوش از بین میره، این میشه تی مساوی 2 تی منهای 6 بره اونور بیاره و تی میشه 6 ثانیه. تی به دست اومد 6 ثانیه که دیگه یه دفعه ما اینجا نمیشتیمش. تی بی هم که میشد تی منهای 3، 6 منهای 3 میشه 3 ثانیه. این از این، اینم از این، دوتا جوابمون به دست اومد. حالا ارتفاع آ رو میخوایم، اچو 1/2 gt2 1/9 تیمونم 6 ثانیه به توان 2 176. ارتفاع بی هم میشه h4، میتونی اینو تقسیم بر 4ش کنی، ولی h به راحتی، فقط h رو خواسته، h به راحتی به دست میاد. اینم از این. پس اینو حواستون باشه از کجا اومد. جا به جایی a 4 برابر جا به جایی b بود، چون a رو از h رها کردیم، اینو از h4، این 4 برابر اون است. خب اینم از اینو. سوال آخری، سوال 25. میگه سنگی از بام ساختمانی بدون سرعت اولیه، اصلا کلن سقوط آزادای کتاب شما بدون سرعت اولیه V00 در شرط خلأ به سمت زمین رها میشود. اگر سنگ در 2 ثانیه آخر حرکت خود 60 متر را طی کند، اینجا حواستون باشه اصلا تستی مستی نری، ارتفاع ساختمان چند متر است، سرعت سنگ درست پیش از برخورد به زمین، یعنی در لحظه‌ای که میرسه به زمین سرعتش رو به دست بیاره، در 2 ثانیه آخر 60 متر رفته. خب آقا اینجا هم ما میایم توی پاسخنامه، ببین شکلی که رسم کردیم، اینجا رهاش کردیم، یه مقداری اومده پایین، در 2 ثانیه آخر 60 متر جابجا شده، یعنی 2 ثانیه آخر 60 متر جابجا شده. ما قرار کل ارتفاع رو به دست بیاریم، سرعت در لحظه برخورد به زمین هم به دست بیاریم. خب ابتدا به کمک جابجایی در 2 ثانیه آخر V1 یعنی سرعت اینجا رو به دست میاریم. جابجایی معادلش بود 1/2 gt2 به علاوه V1 در T. داریم این قسمت، این بخش مسیر رو بررسی میکنیم. الان زوم ما اینجاست، این میشه سرعت اولیه‌مون، این میشه جا به جایمون، اینم زمانمون، جی هم که داریم، این سرعت اولیه به دست میاد. 60 رو میذاریم، یه منفی ها رو من نذاشتم اینجا، بعد اینو میذاشتیم منفی 60، اینم میذاشتیم منفی 1/2 gt2 که اینم منفی به دست میومد، یه منفی ها رو حذف کردم. 60 جا به جایمونه، 1/2 g10 تی به توان میشه 5 ضرب در تی به توان 2 یعنی 2 ثانیه میشه 20، این میشه 20 بر اون ور 60 منهای 20 میشه 40 تقسیم بر 2، وی مون به دست اومد 20 ثانیه، وی در اینجا 20ه. حالا میخوام این دلتا ایگرگ رو پیدا کنم، از یه مستقل از زمان میرم چون زمان اینجا رو ندارم. سرعت نهایی به توان 2 منهای سرعت اولیه به توان 2 مساوی 2 جی دلتا ایگرگ، باز منفی رو حذف کردم، سرعت نهاییمون 20 به توان 2 400، 2 در تا 20 تا، اینم که صفره، سرعت اولیه اینجا صفر است. 400 مساوی 20 دلتا ایگرگ، دلتا ایگرگ اینجا میشه 20 متر، اینم 20 متر، دلتا ایگرگ اون بوده است اومد. کل ارتفاعمون اچ میشه یه 20 تا اینجا، یه 60 هم اینجا میشه 80 متر، کل ارتفاع شد 80. سرعت رو در لحظه برخورد اینجا V2 رو میخوایم، میتونی یه مستقل از زمان دیگه بری یا از اون فرمول استفاده کنی، V00 2G هاش 2 10 تا ضرب در هاش دم که 80، 1600 جذرش میشه 40. و به دینسان کل تمرین های کتاب، متن، پایان فصل و همه چیز در رشته تجربی و ریاضی در فصل حرکت شناسی تک تک مورد بررسی قرار گرفت. صفحات کتاب با هم ورق زدیم و جلو رفتیم. اینم از داستان این قسمت بود. خسته نباشید عزیزان، امیدواریم که از این ویدیو حد اکثر استفاده رو ببرید و کل فصل یک رو به طور کامل، هم تشریحی بدین صورت که توضیح دادیم و هم تستی هم که در کلاس خودمون بررسی میکنیم، تسلط کامل رو به دست دارید. خسته نباشید، خدا نگهدار. در ضمن بچه کانال تلگرام ما شهبازی_فیزیک، صفحه اینستاگرام هم همینه،
دنبال کنید و منتظر خبرهای جدید بعدی هم باشید. خب ببینم من اینا رو سیف کردم یا نه. بله اینم که خلاصه درس و اوکی. خسته نباشید. گود نایت. نهضت آشنای سه نسل.